دوستای عزیزم سلام، امروز آموزش تکسچر روی دیوار کوب رو براتون آماده کردم. برای شروع کار مثل نقاشی باید اول سفال رو سنباده بزنین تا سطح کار کاملا صاف بشه، اما احتیاجی به چسب چوب نداره. بعد از سنباده زدن میتونید اول زمینه رو رنگ بزنید، بعد طرحتون رو روی سفال بکشین و با خمیر تکسچر قسمتایی رو که مد نظرتون برجسته کنید، یا اینکه اول طرح رو بکشید بعد با تکسچر برجسته کنید و بعد رنگ آمیزی کنید. بعد ببینید که طرحتون به چه صورتیه. من تو این کار اول زمینه رو رنگ زدم، بعد طرحمو کشیدم و با تکسچر روی قسمتایی رو که میخواستم برجسته بشه کار. اول کار حجم زیاد نزنین، چون بافت تکسچر جوریه که باید لایه‌های نازک کار کنین و اجازه بدین که خشک بشه، بعد لایه دیگر رو اضافه کنین، چون لایه اگر ضخیم باشه ممکنه درست خشک نشه و بعدن کارتون ترک بخوره. طرز استفاده از تکسچر هم خیلی راحته، چون تکسچر یه بافت آماده است، یعنی آماده تو بازار موجوده. خیلی راحت به وسیله کاردک ما میتونیم روی هر سطحی ازش استفاده کنیم. با کاردک اونو یه مقدار نرم میکنیم و روی کارمون میذاریم. اون قسمت هایی که میخواییم برجسته بشه رو با کاردک کار میکنیم و بهش حالت میدیم، یعنی همه این مراحل رو با کاردک انجام میدیم. با کاردک خمیر تکسچرمون رو نرم میکنیم و مقداری از خمیر برمیداریم و روی کار میذاریم. به هر سمتی که بخواید کارتون برجسته بشه کاردک رو به همون سمت متمایل بکنید. اگر هم بخواید که مثلا برجستگی تو حالت گرد باشه، باید کاردک رو مستقیم روی کار بذارید و به سمت پایین بکشید. کلن با کاردک میتونید بهش حالت بدید، به هر سمتی که بخواید با کاردکتون میتونید بهش حالت بدید، قسمتهایی رو بردارید یا بهش اضافه کنید.